تا حالا شده یک دفعه عصبانی بشید احساس بدی بهتون دست بده تپش قلبتون بره بالا علتش هم نمیدونید مثلا در ترافیک هستید یه های عصبی میشید و کنترل خودتون از دست میدید توی این ویدیو قرار راجع به یک همچین حالتی صحبت کنیم بلکه خیلی شدید یعنی پنیک اتک واقعا حمله ترس یا پنیک اتک چیه چه اتفاقایی توی مغز میفته آیا واقعا بیماری واقعی هستش یا نه فرد فکر میکنه که بیمار هستش توی این ویدیو قرار حتی اختلاف استراب و پنیک اتک رو هم بهتون بگم so Let's do this guys. Hey دارم که حال دلتون علی باشه. من مثل خوب خوب هستم و با یه ویدیو یه علمی دیگه به سراغ شما برگشتم. این دفعه قرار بریم راجع به پنیک اتک صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ خود پنیک اتک، میخوام یه کیسی رو بهتون بگم که همین چند وقت اخیر مراجعه کرد به اورژانس و دچار پنیک اتک شده بود. اما کسی نمیتونست تشخیصش بده یک خانم 20 ساله ای بعد از یک ماه از ازدواجش هر روز با شوهرش حالا دعوا میکرده و ما متوجه شدیم که روزانه دائم اورژانس با علائم عصبی بودن بیقرار بودن و حالت تنگی نفس اون روزی که اومده بود اورژانس من شیفت بودم و پزشکی که کنارم نشسته بود گفت که من این بیمار رو تو دو روز گذشته دیدم و کاملا هیستریکه حالا هیستریک چه بیماریه دوستان هیستریک یک نا وضعیتی هستش که با اینکه فرد بیمار هیچ علائم بیماری نداره یعنی همه چیزش اوکیه سعی میکنه اون ناراحتی درونیش رو به شکل بیماری نشون بده که حالا بتونه افراد اطرافش رو تحت تاثیر قرار بده یا اونها رو جلب توجه بکنه ما به این بیماری میگیم هیستری حالا پنیک اتک اما برعکس پنیک اتک اتفاقی هستش که واقعا یه سری اختلالات توی مغز رخ میده حالا این بیمار وقتی که رفت روی تخت نشست همونجا بود که همکارم گفت که من دیگه از این بیمار خستم شده هر روز دارم میارنش و هر روز این علائم عصبی رو داره داره از خودش در میاره تو اینو گفت یه مقدار جا خوردم و گفتم بزا برم بیمار رو ببینم وقتی رفتم بیمار رو دیدم دیدم نه اونطوری هم که داره از خودش نشون میده نیستش بیمار ضربان قلبش 160 است اگه خودش داره در واقع خودش بی نشون میده چرا ضربان قلبش 160 است از اون ور تنفس تعداد تنفسهاش شده چهل تا و چهل تا عدد خوبی نیست چون تنفسهای های ما در حالت عادی بین 14 تا دیگه فوقش تا 20 تا چهل تا رقم خیلی بالاییه فکر کنید یک نفر چهل بار در دقیقه نفس بکشه و این یعنی استرا بشید وقتی که علائمش رو دیدم همه علائم به پنیک اتک میخورد نه به یک بیماری هیستریک ساده که الان بهتون میگم ماجرای پنیک اتک چیه و چرا از بیماری هیستریک ساده جدا میشه و توجه کردم که همکاران برای این بیمار در واقع اسپری سالبوتامول که برای آسم استفاده میشه تجویز کرده بودن و از سمت دیگه براش بخور گذاشته بودن و چیزی که بیمار نمیخواسته چون بیمار آس نداشت یا مشکل تنفسی واقعی نداشتش بلکه تمام مشکل مربوط به یه سری ناقل عصبی در مغز هستش که داره بیمار رو مسترب میکنه وقتی که به همچین بیماری میای اسپری سالبوتامول میدی در واقع خود اسپری سالبوتامول با افزایش ضربان قلب میشه یکی از عوارضشه و داری ماجرا رو بدتر میکنی و از سمت دیگه بیمار آس نیستش که بخوای با اسپری حلش کنی یعنی اسپری سالبوتامول رو قطع کردم قطع کردم و به بیمار دیاسپام که یک آمپول آرامبخش هستش یک بنزو دیاسپینه دادم و از سمت دیگه به بیمار هالوپریدول دادم هالوپریدولی که یک ضد در واقع وضعیت جنون و سایکوتیک هستش باعث آروم شدن بیمار شد بیمار کاملا بهبود پیدا کرد بعد از یک نیم ساعت خواب بیدار شد استیبل بود و اتفاقا میگفت میگفت ترس از مرگ داشتم نمیدونستم فکر میکردم داره اتاق روم بسته میشه بیمارستان داره روم بسته میشه و دارم میمیرم و این دقیقا اتفاقی هستش که در فادی که پنیک اتک میشن میفته که الان قرار بهتون بگم که پنیک اتک چیه چه اتفاقی میفته و الان خب، این کیس رو بهتون گفتم که قشنگ دستتون بیاد که افرادی که پنیک اتکن چه شکلی هن. چه رفتاری دارن و چقدر سخت درمانشون چون فکر میکنیم بیماران مشکلی ندارن و صرفا یک حمله عصبی ساده هستش اما نه دوستان ببینید ما در مغزمون وقتی که یک اتفاق استرسایی میافته، یک قسمت از مغز داریم به نام آمیگدالا حالا این آمیگدال یا آمیگدالا یک قسمت بادوم شکل توی مغز در قسمت عمیق مغز هستش قشنگ در قسمت قدام هیپوکامپ قرار گرفته هیپوکامپ یک قسمت از دستگاه لیمبیکه که محل حافظه و تفکر و احساساته در قدام هیپوکامپ یعنی در قسمت جلویش ما این آمیگدالا که چند تا هسته هستن به شکل بادوم رو داریم که اتفاقا اسمش هم از یونانی آمیگدال به معنای بادوم گرفته شده اوکی حالا این هسته کارش چیه این هسته کارش ایجاد ترس و پاسخ به ترسه مثلا شما به خاطر یک در واقع صحنه ای یا به خاطر یه سری از اتفاقات یا موقعیت های در جایی قرار میگیرید که دچار استراب میشید مثلا شما به خاطر یک امتحانی که قرار حالا در روزهای آینده بدید استراب و بیقراری دارید و این استراب و بیقراری شما رو در یک موقعیتی میذاره که بهتون میگه اوکی پس قرار نیست امتحان رو پس کنید پس قرار نیست در واقع از این امتحان گذر کنید و باید بترسید و اینجاست که قسمت آمیگدال مغز اون هسته های آمیگدال شروع میکنن به ایجاد یه سری نوروترانسمیتر ها و یه سری پیام ها به سمت مغز به سمت هیپوتالاموس مغز قسمت وسطی مغز هیپوتالاموس خیلی قسمت مهمیه در مرکز مغز قرار داره مثل تصویری که میبینید پیام میده به اون هیپوتالاموس میگه آهای هیپوتالاموس آهای مغز تو باید بترسی که بتونی از این وضعیت نجات پیدا بکنی و الا از این وضعیت نجات پیدا نمیکنی وقتی که این پیام رو به هیپوتالاموس میفرسته هیپوتالاموس این پیام رو تقویت می کنه و میفرسته به بخش متفکر مغز یعنی قسمت قدامی مغز فرونتال قسمت پیشان من به این قسمت میگم رئیس مغز اونه که تایید میکنه که این پیام اجرا بشه یا نه هیپوتالاموس به قسمت فرونتال میگه که آقا یک وضعیت استرزا ایجاد شده بررسی کن آیا ارزشش داره یا نیاز داره که یک وضعیت ترس رو در بیماری ایجاد بکنیم فرونتول نگاه میکنه میینه یک امتحان ساده است و نیازی به این همه ترس وجود نداره مثلا ترسی که به دنبال نجات جون هستش رو نیازی نیست در ترس از یک امتحان ایجاد کنه و در میگه نه نیازی نیست این همه ترس ایجاد بشه یک استراب کافی ساده است و در نتیجه مهار میکنه پیام آمیگدالا رو مهار میکنه و ترس بیش از اندازه اتفاق نمیفته اما فکر میکنید خیلی ماجرا جالب میشه فکر کنید به خاطر یک وضعیت شوک آوری مثلا قرار گرفتن یک فردی در یک موقعیتی که به شدت فرد رو عصبانی بکنه یا به شدت فرد رو ناراحت بکنه یا مثلا فرد یکی از عزیزانش فوت بکنه یا مثلا فرد در یک موقعیت قرار بگیره که جونش در ماجرا هستش یا مثلا فرد در یک موقعیت قرار بگیره که میدونه قرار خیلی یا بهش بگن که چرا این کار کردی این باعث میشه که اونقدر فشار به مغز وارد بشه که قسمت فرونتال دیگه نتونه پروسس کنه نتونه پیام هایی که از آمیگدال اومده اون پیام های ترسی که اومده رو مهارش کنه و اینجاست که آمیگدال مرکز ترس به شدت فعال میشه در اون در واقع موقعیت ترس و پیام ایجاد ترس رو به سمت هیپوتالاموس میفرسته این دفعه هیپوتالاموس باز هم پیام رو میخواد بفرسته به قسمت فرونتال اما فرونتال درگیر موقعیت شوک آور هستش و نمیتونه این پیام رو پروسس کنه و عملا این پیام بایپس میشه و به آمیگدالا میگه اوکی پیام رو صادر کن فرونتال فعلا مشغوله نمیتونه اوکی یا رد رو بده خودت اوکی رو بده و باعث شو که این حالت ترس ایجاد بشه چون باعث نجات جون میشه چیزی که مغز با خودش فکر میکنه و از اینجا به بعد آمیگدال به شدت فعال میشه هیپوتالاموس میاد دستورش رو به قسمت هیپوفیز یک قده زیر هیپوتالاموس هست به نام هیپوفیز دستورش میده که بیا هورمون های لازم رو تولید کنه هیپوفیز همیت یک هورمونی به نام ACTH رو تولید میکنه این هورمون میره روی قده های بالای کلیه تأثیرش رو میذاره و باعث تولید دو تا از مهمترین هورمون ها میشه نور آدرنالین یا در واقع نور اپینفرین و اپینفرین و کورتیزول دو تا از مهمترین هورمون هایی که باعث ایجاد استرس میشه این هورمون ها و این ناقل های عصبی وقتی ترشح داده میشن خب میرن به سمت اجزای مختلف بدن مثل قلب مثل عروق و حتی مغز وقتی که رفتن باعث فعال کردن سیستم سمپاتیک میشن و سیستم سمپاتیک باعث انقباز عروق افزایش فشار و خون چرا چون میگه اوکی برای نجات جون ما نیاز دارم که فشار و خون بره بالا که فرد بتونه بدوه فرد بتونه از خودش فعالیت نشون بده که جونش رو نجات بده فعلا یک موقعیت ترس ایجاد شده و از اون وقت اونتا نمیتونه این پیام رو مهار کنه به شدت عروق منقبض میشن قلب زربانش میره بالا برای جبران این در واقع ترس و از سمت دیگه فرد دچار تحریک زیاد میشه دچار افزایش نفس نفس زدن میشه چرا چون مغز فکر میکنه چون نیاز به دویدن هست چون نیاز به فرار از این موقعیت ترس هستش فرد نیاز هست که تنفسش رو بیشتر بکنه و میبینی بی دلیل فرد نفس نفس میزنه و تو فکر میکنی حمله آسمه مثل این بیماری که به اورژانس مراجعه کرده بود ولی حمله آسم نبودش پس علائم یک ترس ناگه هانی خیلی شدید که رخ میده فرد یهویی یه احساس تپش قلب بالا میکنه و واقعا تپش قلب داره اتفاق میفته و از یه سمت دیگه در واقع تعریق شدید برافروختگی صورت قرمز و عدم آروم گرفتن فرد هی استراب و استرس داره حس میکنه میخواد بمیره احساس مرگ بهش دست میده احساس میکنه که دیگه کنترلی روی بدنش نداره یک همچین حسی رو تصور بکنید چه میکنید قطعاً بیقرار میشید و این اتفاقی بود که با این خانم 20 ساله رخ داده و ما به این در واقع موقعیت میگیم پنیک اتک و این اصلا یک موقعیت عادی نیستش خیلی از کادر درمان فکر میکنن افرادی که به دنبال در واقع بی استرا و بی قراری و عصبانی شدن میان خودشون دارن این کار میکنن نه آره افراد هیستریک این کارو دارن خودشون انجام میدن اما اونایی که پنیک اتک دارن دست خودشون نیست که میخوان این کارو انجام بدن و نیاز به درمان سری دارن پس همونطوری که بتون گفتم توی این افراد فعالیت آمیگدالا میره بالا فعالیت هیپوتالاموس میره بالا فرونتال نمیتونه پروسس کنه و در نتیجه نور اپینفرین اپینفرین کورتیزول میرن بالا فشار و خون میره بالا ضربان قلب میره بالا و همه این اتفاق ها میفته حالا وقتی که نفس نفس زدن زیاد میشه خود این نفس نفس زدن زیاد باعث میشه میزان زیادی دی اکسید کربن که حالت اسیدی ایجاد میکنه توی سینه دفع بشه بیرون و اینجا سینه و در واقع ریه ها حالت بازی یا آلکالوزی پیدا میکنن و ما میگیم آلکالوز تنفسی رخ داده که همین باعث ایجاد آلکالوز خون و بعد آلکالوز خون باعث بیقرار شدن مغز میشه یعنی مغز رو بیشتر بیقرار میکنه و اینجاست که مثلا بعضی از افراد میگن برای کنترل در واقع پنیک اتک یه سری نفس های عمیق بکشید آخه نمیشه درسته که تنفسهای های عمیق که از روش های ریلکسیشن هستش اما تو اون حمله شدید پنیک اتک تو نمیتونی با در واقع نفس های عمیق خودت رو بخوای کنترل کنی باید دارو تزریق بشه و اینجاست که ماجرا رو متفاوت میکنه از اون سمت ماجرا ما دو تا ناقل عصبی دیگه داریم به نام سروتونین و گابا حالا این سروتونین و گابا چیه سروتونین کارش در واقع تنظیم مود ماست اگه ما استیبل هستیم اگه ما عصبی نمیشیم اگه استراب نداریم اگه افسردگی نداریم به خاطر سروتونینه اگه میزان سروتونین بیاد پایین استراب میگیریم عصبی میشیم بی میشیم از اون ور سیستم گابا توی مغز ما باعث مهار فعالیت های عصبی میشه باعث میشه که ما ریلکس کنیم بخوابیم اگر این هم بیاد پایین ما بی قرار میشیم پس توی پنیک اتک نور اپینفرین کورتیزول میره بالا اما سروتونین و گابا میاد پایین و این اتفاقیه که توی پنیک اتک میفته توی استراب اتفاق مختلفه یعنی شما استراب رو نباید پنیک اتک بگیرید چرا چون استراب آروم آروم ایجاد میشه مثلا شما از یک امتحان ترس دارید و کم کم دچار استراب و استرس میشید رو میتونید اونو کنترلش کنید یه مقدار ممکنه تپش قلب بگیرید یه مقدار ممکنه ناراحت بشید عصبی بشید اما میتونید کنترلش بکنید یک دفعه کنترل مغز از دستتون خارج نمیشه فرونتال کنترلش خارج نمیشه و طبق رفرنس تشخیص بیماری های روانی دی m 5 گفته که تفاوت بین در واقع استراب و پنیک اتک کاملا مشخصه درسته خیلی اشتراک ها با هم دارن ولی مشخصه استراب آروم آروم ایجاد میشه ولی پنیک یک دفعه به فرد حمله ور میشه استراب میتونه تا سی دقیقه ادامه پیدا کنه اما پنیک کمتر ده دقیقه است 20 دقیقه است و بعدش برطرف میشه توی استراب و استرس این همه نوروترانسمیتر نداری اما توی پنیک اتک علائمی چون افزایش ضربان قلب افزایش فشار خون و منفجر شدن نوروترانسمیترها رو داری و این تفاوت ها وجود داره حالا که فهمیدیم پنیک که اتک چیه و چه مکانیسم داره توی مغز ما دور میزنه حالا باید بتونیم درمانش کنیم اگه برید الان سرچ کنید توی گوگل ببینید درمان پنیک اتک چیه اولین چیزی رو که براتون میارن تنفس عمیقه اوکی اگه بتونید با تنفس عمیق درمان بکنید پنیک اتک رو قبل از بیمارستان اومدن خیلی عالیه شما میتونید با ایجاد تنفس های عمیق و آروم این کار رو انجام بدید اما خیلی از موقع ها این اتفاق نمیفته و پنیک اتک اونقدر شدیده که هر چقدر شما بخواید اون رو کنترلش کنید اتفاقا شدیدترش میکنید چرا چون دارید بهش فکر میکنید که اوکی okay, پس دارم میمیرم من باید اینو کنترل کنم آیا کسی میتونه مردن رو کنترل کنه نه و این باعث میشه که مغز بیشتر بیقرار بشه و در ما برای کنترل همچین وضعیتی نباید بریم سراغ اکسیژن تراپی نباید بریم سراغ در واقع آسم تراپی چون اینا آسم نیستن چون اینا وضعیت تنفسی مشکل توی وضعیت تنفسی ندارن بلکه مشکل توی وضعیت مغزیه ما باید بتونیم اون نورو رو مهار کنیم اونایی که نور اپینفرین و اپینفرین که داره ایجاد استرس میکنن و بیایم نور های مثل سروتونین ایجاد کنیم گابا ایجاد کنیم که باعث ریلکس کردن میشن همونطوری که بهتون گفتم پس برای این کار باید از داروی به نام دیاسپام یا بنزو دیاسپین ها استفاده کنیم که معروفترینشون دیاسپامه دیاسپام دارویی هستش که وقتی که این افراد میان اورژانس ما تشخیص بدیم پنیک اتک شدن سریعا بهشون دیاسپام میدیم آمپول دیاسپام دو سی سی هستش توش 10 میلی گرم دارو وجود داره که این چکار میکنه این دارو وقتی که وارد بدن ما میشه دقیقا میره در قسمت مغز روی سیستم گابا میشینه سیستم ریلکسیشنی که بهتون گفتم و باعث تحریکش میشه وقتی که سیستم گاباتون تحریک میشه شما ریلکس میشید و حتی ممکنه وارد خواب بشید خواب اجباری و همین اتفاق میفته ما سریعا باید این حالت پنیک رو خاموشش بکنیم و با دیاسپام این کار رو انجام میدیم اما آیا دیاسپام کافیه نه دیاسپام نمیتونه از حمله های مجدد بعد از بیدار شدن جلوگیری بکنه و در اینجا این دفعه باید بریم سراغ تعدیل کننده های مود مثل داروهای SSRI داروهای ضد افسردگی که باعث افزایش سروتونین توی مغز میشن یادتون هست که بتون گفتم سروتونین باعث تعدیل مود میشه باعث میشه که مود ما منظم بشه حالا میزانش اومده پایین توی پنیکتک پس ما باید دارویی رو بدیم که میزانش رو بره بالا SSRI ها یا ضد افسردگی ها مثل سرترالین که دقیقا برای افرادی که پنیک اتک میشن داده میشه که در آینده دچار پنیک نشن پس یادتون باشه با دیاسپام شروع میکنیم که بیمار رو آروم بکنیم بعد از آرامش بیمار بهش داروهایی مثل سرترالی میدیم البته از داروی هالوپریدول یک داروی آنتی سایکوتیک یا ضد جنون هستش هم همون موقع به صورت تزریقی استفاده میشه که اون حالت استراب رو سریعا سرکوب کنه البته هالوپریدول عوارضی رو داره که برای سرکوب این عوارض باید باهاش داروی بایپریدین هم تزریق کنیم که همراه با هم میشه داروی هالوبای یعنی هالوپریدول و بایپریدین رو باید با هم. تزریقش کنیم و این شکلی ما میتونیم بیمار رو درمانش کنیم و حتما این بیماران باید نوار قلب گرفته بشن چون اون وضعیت یک دفعه افزایش ضربان قلب و استرابی قراری ممکنه باعث آسیب به قلبشون شده باشه پس حتما باید نوار قلب بگیرن حتما باید تحت مانیتورینگ قلبی قرار بگیرن یادتون باشه دوستان که این افراد یک بیماری واقعی دارن نه یک بیماری نمایشی اوکی دوستان رسیدیم به انتهای ماجرای پنیک اتک این چه واقعا چیه چه اتفاقی توی مغز ما میفته چطوری میشه درمانش کرد امیدوارم نهایت لذت را از این ویدیو برده باشید و یاد نره که دوستان ساختم چنین ویدیوهای خیلی انرژی میگیره پس حتما سابسکرایب کنید زنگوله کانالشو بزنید و حتما لایک کنید که این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه من تک تک کامنت های شما رو میخونم و تک تکشون برای من مهمه دو تا از کامنت های شما به صورت رندوم تا هر ویدیو میاد بالا پس حتما کامنت بذارید تا ویدیو بعدی نمیدونم قرارش بچی چی باشه مثل پسندانه باشید